سلام شب بخیر. خیلی خوش آمدید به جلسه چند روزه؟ 20 خورده ای. 27 کفلیت. کمی دیگه شروع کردیم. این نشید به این دلیل بود که فکر میکنیم مده ممکنه به بویکوویل رفته باشن. سب کردیم تا اینکه همه برسن. سخنران امشب احتیاج به معرفی واقعا نداره. دکتر جاوید موسوی دوست و همکار عزیز من، چند سال پیش ما با همه پروژه‌ای رو شروع کردیم و جاوید یک برخورد نزدیک از نوع سوم پیدا کرد با یک فیلسوف آلمانی به نام مارتین هایدگر و یک رابطه عشق و عاشقی مراد مریدی عجیبی به وجود اومد و جاوید همونجور که هایدگر همیشه یک ستاره در زندگیش داشت و به دنبال پرسش هستی بود یا پرسش بودن، جاوید هم همون رو اون ستاره رو ادابته کرد به عنوان در حقیقت راه اندیشیدن برای خودش و در استقامت و پشتکار و جدیت هر چقدر بگم کم گفتم. جاوید خب از خصوصیات شخصش که میگذرم چون از حسن این بحث خارجه و جاش اینجا نیست، ولی میتونم بگم که واقعا با یک فیگر و یک جدیت خاصی اون مسئله رو که مورد مطالعه قرار میده دنبال میکنه. امشب جاوید قرار راجع به مسئولیت هرمنوتیک در ترجمه کلید واژه‌های فلسفی صحبت کنه. هرمنوتیک برای کسانی که آشنا نیستن به یک نوع علم تفسیر هستش. البته جاوید براتون خیلی بهتر این رو توضیح خواهد داد چون هرمنوتیک در فلسفه معنای خاصی پیدا می‌کنه و اصولاً راجع به مشکلاتی هم که در ترجمه متون فلسفی ما در ایران به خصوص داریم هم صحبت‌هایی باهاتون خواهد کرد. من وقت بیش از این نمی‌گیرم، کمی هم دیر شده و شما رو دکتر می‌سازم. سلام. دوریس و داور به دیدی ها برمیده بندم که در تهیه این صحبت بسیار کمک کردن تشکر کنم. امیدوارم که امشب وقتی از اینجا میریم حداقل چند نقطه ای رو میخوام براتون روشن باز کنم با خود به افراد ببرم. همینطور که میبینید موضوع بحث ما اینه که ترجمه واژه‌های فلسفی چه سرنوشتی معمولاً دارد. ترجمه همونطور که می‌دونید یه چیز جدیدی نیست، از وقتی که تمدنی بوده از بشر بود داشت. ترجمه هم بین حکومت‌ها بوده، منتها ممکنه برای که نوشتهش نبوده ولی به صورت اصطلاح بین آشنایی بین دولت‌ها همیشه مترجمی بوده. ولی موضوع بحث ما بیشتر واژه‌های فلسفیه و ترجمه واژه‌های فلسفی. تیتری که انتخاب کردیم مسئولیت هرمنوتیکه. از این نظر اینو انتخاب کردیم که در حقیقت از تئوری سازی در مورد بحثی که می‌خوایم ارائه کنیم جدا دوری رو هرمنوتیک وقتی در یک بحثی میاد می‌خواد به عمق اون داستان و اون چیزی که واقعا می‌خواد بحث بکنه اشاره بکنه. قبل از اینکه اصلا بحث رو شروع بکنیم چند تا نقطه‌ای در رابطه با کلمه هرمنوتیک که خودش هم همینطور که می‌بینیم ترجمه نکردن و این ترجمه نکردن کلمه هرمنوتیک خودش یک به اصطلاح ربطی داره به موضوع صحبتی که می‌خوام امروز باز کنم. یعنی در پی بحث خواهیم دید که کلاً چرا اصلا هرمنوتیک رو من
ترجمه فارسی نکرده. اگر اشاره مختصری به تاریخ هرمنوتیک بکنیم، برای این گفته هایدگره که میگه اگر راجع به ترجمه ببینیم بگیم که چجوری به اصطلاح دریافت میکنیم، بگم چه جور آدم هست. امشب احتمالاً هایدگر به ما خواهد گفت که ما چه جور آدم هست. در هرمنوتیک به اصطلاح مدرن بیشتر در فلسفه از این شخص شروع میشه، شلایرماخر، فیلسوفی که در سال 1834 فوت کرد. تاریخ وفاتش رو در نظر بگیریم، از نظر اینکه بدونیم چه تاریخی هست، هرمنوتیک مدرن با خود داشت. شلایرماخر در لهستان امروزی به دنیا میاد و در برلن تدریس میکنه، استاد تئولوژی و فلسفه بوده و در اونجا هم فوت میکنه. خیلی مختصر اینا رو فقط نشون میدم برای اینکه وقتمون گرفته نشه. چیزایی که به شلایرماخر خیلی معروف هستش، اون هرمنوتیکال سرکل که خیلی از بحثای هرمنوتیک رو بهش با این جمله شروع می کنن، اون داستان به اصطلاح کلیت تکست با قسمت های تکست. شلایرماخر به این متعلق بوده که اگر فرض کنیم ما کل تکست و کل گفتار و کل صحبت رو اگر نفهمیم، نمیتونیم پارتاش و قسمتاش رو هم به در تکست میاد اونم بفهمیم. و برعکس اگر قسمتهای تکست و پارت تکست رو نفهمیم، کلش هم نخواهیم فهمیم. یا در یک جمله اگر در نظر بگیریم، کل جمله رو اگر نفهمیم که چی میخواد بگیر، اون کلماتی که در جمله به کار برده شده رو هم نمیفهمیم. و برعکس اگر کلمه رو نفهمیم، کل جمله رو هم نخواهیم فهمید. یعنی این یک سرکلی میفته که هرمنوتیکال سرکل از نظر اینکه خیلی معروف است برای شلایرماخر ما یادم. بیشتر هرمنوتیک رو در تفسیر به اصطلاح گرامری شلایرماخر در نظر میگیره و در تفسیر شخص نویسنده میشه، به این خاطر که اصطلاح نویسنده چه روحیاتی داشته در نظر میگیره. ولی در رابطه با ترجمه، جمله‌ای که خیلی معروف است به شلایرماخر اینه که شلایرماخر میگه که به اصطلاح ترجمه نویسنده اصلی رو به خانه خواننده زبان دوم و یا خواننده زبان دوم یا زبان آماد، زبان هدف رو به پای نویسنده اصلی. این جمله معروفیه که شاید از مترجم شاهنامه مون آقای دیک دیویس که این جمله رو میاره، از ایشون میاره که میگه که من وقتی دیک دیویس گفتم که میدونین ترجمه بسیار مهمی از شاهنامه انجام داده و در ترجمهش میگه که من نتونستم قول گفته شلایرماخر رو انجام بدم و نتونستم خواننده های انگلیسی زبان رو به پای فردوسی برسونم، بلکه فردوسی رو آوردن به خواننده های انگلیسی زبان. دلیلش رو میگه که اگر مصدی شد بعدم باش راجبش صحبت میکنیم، ولی منظور اینه که شلایرماخر دیک دیویس وقتی این به اصطلاح این جمله رو از شلایرماخر میاره، میخواد بگه که به یه علتهایی من نتونستم اون چیزی رو که به اصطلاح فردوسی میگه رو واقعا بهش برسونم و واقعا ترجمه بکنم، بلکه
یه کاری کردم که فردوسی قابل خوندن برای اصطلاح خوانندگان بیست باشه. بعد از ایشون خیلی وقتمون رو نکنیم، اگر دقت کنیم به تاریخ وفاتش 1911 شخص به نام ویلیام گیرتی، ایشون هم در آلمان به دنیا میاد و در برلین فکر کنم تدریس میکنه. بسیار معروف است ایشون به عنوان فیلسوفی که برای اولین بار علوم نچرال ساینس و هیومن ساینس رو از هم جدا میکنه. اگر در رابطه با نچرال ساینس و هیومن ساینس اگه بخواییم معمولا بحث بکنیم، اولش با این شخص شروع شده به این صورت که میگه نچرال ساینس کارش اینه که مسائل را برای ما اکسپلیکیت میکنه، توضیح میده، ولی هیومن ساینس کارش، وظیفهش اندرستندینگ مسائل، یعنی مسائل هست یک چیزی که کاملا با هم دیده در کنار هم دیده ممکنه باشه. و این بحث ایشون به اصطلاح مردم سعی میکنم بازم اینا رو سریع تر بینم. و اگر تاریخ وفات هایدگر نگاه کنیم، باز جلوتر میاییم به سال 76 بوده که هایدگر به اصطلاح فوت میکنه. مفهوم هرمنوتیک در هایدگر تغییر پیدا میکنه به این صورت که هایدگر به اون گذشته ها، به اون کسایی که صحبتشو کردیم، به تاریخ هرمنوتیک تا اون موقع به دیده متفاوتی نگاه میکنه. از نظر هایدگر هرمنوتیک اون چیزی که در زمان یونان باستان بوده به تدریج به تقلیل پیدا کرده. یعنی هایدگر معتقد که به توسط شرایماخر و دیمتی هرمنوتیک در حقیقت ضعیفتر شده، بی‌پایه‌تر شده، محدودتر شده و یا به نوعی همون تقلیل پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر هایدگر همونطور که اول صحبتمون گفتیم، هرمنوتیک یک بحث خیلی عمیق و عمده‌ایه و بیشتر به بودن ما، بودایش ما ارتباط داره تا اینکه فقط اون کاری که شلایماخر یادگیری کردن و اینو به عنوان یک هنر آندرستندی یا فرض کنیم هنر هیومن ساینس یا تفسیر هیومن ساینس کردن، از در هایدگر این تقلیل پیدا کردن هرمنوتیک است. بحث هرمنوتیک در هایدگر بحث بسیار مفصلی، فقط به خاطر آشنایی اینا رو بیارم. اون چیزی که از هایدگر میخواییم در رابطه با هرمنوتیک در ذهنمون بمونه که به صحبتمون ارتباط داره اینه که هر جا که از هرمنوتیک، از هر جا که از درک و فهمیدن صحبت میکنیم، چون برای هایدگر در حقیقت هرمنوتیک ارتباط نزدیکی به درک داره، به درک و فهمیدن داره. درک و فهمیدن یا understanding هم در هایدگر یکی از کاراکتریستیک ها، یکی از مشخصات اصلی بودایش انسان هست. یعنی ما به عنوان اگه بخواییم انسان رو در نظر بگیریم که هایدگر در کلامش به علتهایی که موضوع بحث انشاءالله ما نیست اون رو دازاین معرفی میکنه، اگر اینو بودن انسان، بودایش انسان رو در دازاین در نظر بگیریم، یکی از مهمترین کاراکتریستیک های انسان understandingه. یعنی understanding چیزی که از قبل همیشه ساخت، یکی از ساختارهای دازاین به حساب میاد. منتها این understanding برای دازان یا برای انسان همیشه و همیشه با interpretation یا تفسیر یا به هرمنوتیک که موضوع بحث ما هست در ارتباط است. یعنی هر جا که ما در مقاله، در صحبت ما از understanding و درک و فهمیدن صحبت میکنیم، طبیعتاً interpretation هم اینجا هست و این دید هایدگری هست. و به این خاطر اینترپریتیشن در اونجا هست که وقتی که میگه understanding برای هایدگر، میگه ما از قبل اون چیزی رو که میخواییم بفهمیم
اون چیز فهمیده شده آردی از قبل یک نوعی اینترپریتیشن داشته، یک نوعی تفسیر داشته. اون فهم ما رو ما بخوایم اگه جدا از اون به اصطلاح تفسیرمون در نظر بگیریم معنی نداره، برای های دیگه فهمیدن و در همیشه همراه با تفسیری که وجود داشته. یعنی ما این ایده های دیگه رو دنبال میکنیم برای ریسپانسیبیلیتی هرمنوتیکی که میخوایم بحث بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما از درک مطلبی که میخواییم فرض کنیم ترجمه بکنیم، اون درک مطلب ما همیشه با اینترپریتیشن ما همراهه و این اینترپریتیشن و این درک رو در موضوع صحبتمون بهش اشاره خواهیم کرد. و اما بحث اصلی اگه اجازه بدیم اگه آبی بخورم بحث اصلی بود مربوط به خاطر این هستش که بعد از هایدگر گادامر این اگه تاریخ فوتش نگاه کنیم 2002 که یکی از فیلسوفای بزرگ قرن بیستم به حساب میاد که 102 سال عمر میکنه و حتما اغلب میشناسیم و گادامر در حقیقت یکی از شاگردان هایدگر بود و چیزی که از هایدگر برداشت همین مسئله هرمنوتیک بود، برای اینکه هایدگر در سالهای آخر عمرش، در سالهای بعدی عمرش کلمه هرمنوتیک رو دیگه در حقیقت استفاده نمی کنه و بیشتر به لنگویج، به زبان پردازه. گادامر کسیه که هرمنوتیک رو از هایدگر با دید هایدگری برمیداره و اون رو دیولوپ می کنه، تکامل میده. و امروز اگر ما از هرمنوتیک هنوز به عنوان یک بحث فلسفی صحبت می کنیم و وجود داره، زیر سایه گادامر هست و پای بحث گادامر در رابطه با هرمنوتیک خیلی مفصل و خیلی زیاده، ولی پای اصلیش از همون مسئله understanding و درکی که همین الان خدمتتون گفتم هایدگر داشت و این پایه اصلی فلسفه گادامر میشه که با اون آنجستنگی رو برمیداره و دیولوپ میکنه و هرمنوتیک رو بحث. خیلی صحبت ها میشه راجع به گادامر کرد ولی موضوع بحث ما نیست، فقط میخواستم به هر حال منظور بحث امشب ما مربوط به ترجمه هست. اگر همونطور که می‌دونید در سال‌های اخیر ترجمه کتب فلسفی واقعا در ایران افزایش پیدا کرده، حدت و شدت ترجمه طبیعتاً لزوم گفتار درباره چگونگی ترجمه رو پیش میاره و برای همینه که ما امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. به خصوص شدت ترجمه و حدت ترجمه بیشتر از همه ایجاب میکنه که ما راجع به ترجمه واژه‌های فلسفی صحبت کنیم، برای اینکه تعیین کننده هر ترجمه فلسفی رو واژه‌های فلسفی هست. ترجمه واژه‌های فلسفی چگونه انجام می‌شود؟ اصالت آن چگونه تعیین می‌شود؟ ملاک، محک و معیار آن چیست؟ مثلا خود واژه فلسفه را در نظر بگیریم. چگونه میشه که یه همچین واژه‌ای که ریشه‌اش طبیعتاً ایرانی نیست و یونانی است در زبان ما هنوز هم رایجه و ترجمه آن اگر شبیه ترجمه آن هم حکمت یا هر چیز دیگه‌ای باشه در کنار اون فلسفه به زندگی خودش، کلمه فلسفه، واژه فلسفه به زندگی خودش ادامه می‌ده. در بحث‌های ترجمه این دو تا مطلب در حقیقت محور بحث ترجمه رو تشکیل می‌ده. می‌خوایم راجع به واژه فلسفی، ترجمه واژه فلسفی صحبت بکنیم. در بحث واژه فلسفی، ترجمه واژه فلسفی این دو تا پایبند بودن به اون به
اصطلاح واژه خارجی یا خیانت به اون واژه خارجی و در کنار این بحثایی که باز هم از این دوگانگی حکایت میکنه همیشه هست، یعنی کلمه قابل ترجمه شدن هست یا ترجمه شدن نیست یا درست بودن ترجمه خراب بودن ترجمه و این دوگانگی که به هر حال همشون رو من جمع کردم در این دوتا صحبت faithfulness به trial یا پایبند بودن به نویسنده اصلی یا با واژه اصلی یا خیانت عدم پایبند بودن. این موضوع محور اکثر بحث‌های راجع به ترجمه است، ولی هم اکثر این بحث‌ها ترجمه رو خیلی محدود می‌کنن به توانایی‌های مترجم. اون چیزی که ما امشب می‌خوایم نگاه بکنیم یه ذره عمیق‌تر از توانایی‌های فقط مترجم هست. می‌خوایم بیشتر موضوع رو تاریخی، موضوع رو مربوط به زبان، مربوط به understanding یا همون تمنیتی که گفتیم رفت بدیم و بیشتر باز کنیم. اول از همه از خود کلمه ترجمه شروع کنیم. در فرهنگ سخن دکتر حسن اولی که به نظر یکی از فرهنگ‌های معتبر امروز هم هست، واژه ترجمه رو همونطور که می‌بینیم برگرداندن و باز گفتن یا بازنوشتن گفتار یا نوشتاری از زبانی به زبانی دیگر تعریف می‌کنه. مسلماً برگرداندن کلمه کلیدی این مطلب هست و ببینیم خود برگرداندن رو چطوری ترجمه می‌کنه. اگر دقت بکنیم به جا یا موقعیت قبلی آوردن، بردن یا فرستادن، بازگشت دادن، پس آوردن، اگر اینا رو در نظر بگیریم می‌بینیم که معانی سری اول بیشتر مثبت هستن، ولی معانی بعدی پشت رو کردن، تغییر جهت دادن، تغییر دادن، واژگون کردن، سرنگون کردن، دل کردن به یک نوعی معنی منفی داره. این دقیقاً همون داستانیه که اول نشون دادیم، پایبند بودن به کلمه خارجی یا خیانت یا پایبند نبودن. همش در خود کلمه برگرداندن ترجمه رو میتونیم با یه دیدی ببینیم، یا کلمه رو، کلمه خارجی رو میاریم به زبان آماد، به زبان خودمون، با احترام باش رفتار میکنیم، اون چیزی که لیاقت اون واژه هست بهش میدیم به هر دلیلی، چه به صورت ترجمه شده چه به صورت ترجمه نشده، یعنی برگردانده شده یا در خیلی موارد برگردانده نشده، استفادهش میکنیم و به جای قبلی خودش اون جایی که شایسته اون واژه هست میپرسیم، یا اینکه واژه رو کاملا پشت رو میکنیم، تغییر جهت میدیم، تغییر میدیم و بعضی وقتا سرنگون میکنیم، معنی رو کاملا از بین میبریم. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که واژه خارجی رو تا الان صحبت ما به عنوان یک واژه میهمان در نظر می‌گیریم. ولی این سرنگونی و تغییر معنی یه به اصطلاح واژه خارجی یا میهمانسازی واژه‌ی خارجی، میهمانسازی را به عنوان که اون چیزی که واقعا کلمه خارجی، واژه خارجی رزرو می‌کنه حقش بهش بدیم، قبل از هر چیزی به وضعیت تاریخی هر ملتی بستگی داره. وضعیت تاریخی ما در حال حاضر چگونه است؟ همینطور که اشاره کردیم ما در آستانه آشنایی با فلسفه غرب است. ترجمه در این دوران آشنایی طبیعتاً ترجمه واژه‌های فلسفی به شفای فلسفه در ایران کمک خواهد کرد. همونطوری که حدود 100 سال پیش
وقتی ما در آستانه آشنایی با ادبیات غرب بودیم، ترجمه متون غربی به شکوفایی ادبیات ایران بسیار کمک کرد. این یک چیز پروازی. اما 100 سال پیش مفاهیم بنیادینی پدیدار شدند، مفاهیمی که تاریخ و بودایش ما را تحت تأثیر خود قرار دادند، مفاهیمی از قبیل پارلمان، آزادی، قانون و غیره. ترجمه ادبیات غربی به تدریج آغاز شد. مسیر تاریخی و بودایش ما در جهت غرب قرار گرفت. این ترجمه ها در کمک رسانی به ادبیات ما، ادبیات مسلماً غیر شعری ما، در شکوفایی آن سهیم شدند. بزرگانی را مثال آوردن، مثل میرزا حبیب اصفهانی، ترجمه های زیبایی کردند که حتی با گذشت 100 سال متن فارسی آنها فوق‌العاده زیبا و بی‌نظیر است و از همه مهمتر قابل خواندن. یک قطعه ای از میرزا حبیب اصفهانی را آوردم، فقط میخوام نشون بدم که وقتی ادبیات، ترجمه ادبیات در ایران شروع شد، چه وضعی داشتیم از نظر تاریخی، در چه موقعیتی از تاریخ بودیم و چه ترجمه هایی داشتیم، و اینو مقایسه می کنیم با آغاز آشنایی ایرانیان با فلسفه غرب در حال حاضر و ببینیم که در چه وضعیت تاریخی است. برای روشن شدن مطلبمون از میرزا حبیب اصفهانی یه قطعه آوردم که اینو از غالام نژادان میخوام که اینو برای من بخونم. بعد از این گفتار لیوه‌تر و سمج‌تر شدم. این بود که دستم به جایی بند نشد. چیزی که مایه گذاشت به هیچ دردی درمان نکرد، مگر اینکه مایه سوز و گداز آن شد که دلیل داشت. من تنگ دل، او سنگ دل. از جای برخواسته به نازی که لیلی به محمل نشیند به گردونه نشست و برفت و من جای آن داشت که چندان بگریم که از گریم ناقه در گل نشیند. با اینکه به کام دل دولتمند نشدم، اما باز از بخت خود گلمند نماندم. با دلی خوشنود می گفتم این که دلدار مرا در نیمه راه گذاشت برای این بود که از والا نژادان است و با آنان در اولین گام به کام نتوان رسید. خب این مت کاملا روشن هست، پر واضح هست که به نویسنده اصلی وفادار نمانده. تمام تیکه‌هاش شعرونه و استفاده از اون چیزی که ما در کشورمون داشتیم اینو تغییر داده و تغییر دادنش همون کلمه ای که عدم پایبندی یا خیانت به معنی است، ولی با این کارش خدمت بسیار بزرگی به شکوفایی آنچه که در ادبیات ما بوده داده. اینطور که می‌بینیم بعد از 100 سال باقی بودنه و لذت آور است. این شخص همون کسیه که حاجی بابای اصفهانی رو هم از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده. همونطور که میدونین اونقدر متن حاجی بابای اصفهانی زیبا ترجمه شده که طبیعتاً از متن انگلیسیش هم شاید قشنگ‌تر باشه. و اون چیزی که برای ما جالب هست اینه که خب طبیعتاً در اون موقع در 100 سال پیش در ادبیات ما نثر قدرت آنچنانی نداشت. ادبیات ما بیشتر با شعر به اصطلاح پیش می‌رفت و این چیز جدیدی بود که به صورت نظم وقتی می‌اومد. بزرگانی چون میرزا حبیب اصفهانی کاری که می‌کنن نظمی رو که پیاده می‌کنن یا نوشتاری که پیاده می‌کنن شعرگونه‌اش می‌کنن و این شعرگونه کردن در حقیقت باعث میشه که به شکوفایی ادبیات ما و مورد قبول واقع شدن
این متن‌ها کمک زیاده. در حقیقت می شود به نوعی گفت که در مملکت ما شعر یا شعرگونه شدن به آن چیزی که در نظم بوده کمک میکنه و به دارش میرسه. و ما امروز بعد از 100 سال ما در آستانه آشنایی با فلسفه غرب هستیم، اما دوران ما با اون دوران فرق زیادی کرده است. مسیر تاریخ و بودای شما دیگر در جهت غرب نیست. مفاهیم و مفاهیم بنیادینی و مفاهیم بنیادین در تاریکی رقتباری قرار گرفتن. مفاهیمی از قبیل زن، مادر، آزادی، قانون، پارلمان. پرسش ما امروز میتواند این باشد: ترجمه تا چه حدی اصالت خود را میتواند در این وضعیت تاریخی حفظ و تا چه حدی میتواند به شکوفایی فلسفه در ایران کمک برسد؟ آیا این بار نیز مثل 100 سال پیش شعر به داد ما خواهد رسید؟ 100 سال پیش همانطور که دیدیم شعر به کمک ترجمه نوشته‌های غرب شتافت و با شعرگونه کردن متون خارجی آنها را به خانه ما آورد و با این به خانه آوردن در جهت تلاش برای بالا بردن نگاه آیا این بار نیز شعر به کمک فلسفه خواهد شتافت؟ به هر حال جایگاه شعر و فلسفه در همسایگی هم قرار دارد. ترجمه متون فلسفی مسلماً سختی و سنگینی خودشون دارد. ولی مسلماً نمیشه با رمان و ترجمه رمان مقایسه کرد، ولی برای نشان دادن سنگینی و سختی ترجمه های فلسفی قطعه ای رو براتون گذاشتم تا مطلبی که میخوام براتون بگم روشن تر باشه. این کتابی است که در حقیقت در چند سال اخیر به فارسی ترجمه شده. کتاب فلسفی مارتین هایدگر، کتابی که در سال 1927 هایدگر نوشته و همطوری که اغلب محققین معتقد هستند، وقتی این کتاب چاپ شد و به تدریج به زبان‌های دیگه هم ترجمه شد، مثل بمبی در دنیا صدا کرد. کتاب در سال 1927 نوشته شد و ما الان بعد از چند سال، 70 سال، 80 سال کتاب رو داریم ترجمه می‌کنیم. نکته جالبی که هست اینه که 3 ترجمه متفاوت در سال، در تقریبا در یک سال با هم انجام شد. 1386، 1389. و ناگفته نماند که کتاب‌های دیگری هم در همین سال‌ها در رابطه با بینگ اند تایم های دیگر یا هستی و زمان ترجمه شدن، مثل کتاب هایی که بابک احمدی ترجمه کرده. ترجمه کامل بینگ اند تایم نیست، ولی ترجمه نسبتاً بعضی بخشات و متنات رو به چیزهایی که خودش اضافه کرده است. و این یکی از مثالهای ما میتونه باشه که ببینیم که واقعاً ترجمه فلسفه غرب برای ما یه چیز جدیدی، یعنی دهه گذشته یا 15 سال گذشته آغاز ترجمه فلسفه غرب است. اون چیزی که تا الان داشتیم مسلماً بهش بی احترامی نمی کنیم، ولی به هر حال تمایل و علاقه ایرانیان نسبت به فلسفه طبیعتاً در بُعد وسیع‌تری در دهه 15 سال
گذشته بیشتر شده و اونو شاهد هست بسیار شاهدش هم همین ترجمه هست. از کتاب اول که مال سیاوش جمادی هست و ایشون اولین بار چاپ کردن قطعی رو براتون میارن با احترام به آقای جمادی که این نهایت زحمت کشیدن برای اینکه ترجمه یه همچین کتابی برای فارسی مسلماً کار بسیار سخت و دردسرسایی طبیعتاً ترجمه این کتاب از آلمانی به انگلیسی به مراتب راحت‌تر از اینکه از آلمانی به فارسی بخواهید ترجمه ولی فقط برای سختی کار این مثال رو براتون آوردم برای اینکه وقتمون رو خیلی زیاد نگیریم خیلی سریع میگذرم فقط انتظار ندارم که شما خودتون رو خسته کنید برای اینکه معنی این رو بفهمید فقط به سختی کار میخوام اشاره بکنم این پاراگراف در رابطه با ارتباط ما با چیزهای بیرون هست با در این مورد هایدگر مثالی که میاره چگونگی رابطه ما با مثلا چکشی که فرض کنین ازش استفاده میکنیم به خاطر اون میگه چکش شی و اینو به عنوانی ابزار میگیره بحث ما این فهمیدن این داستان نیست فقط میخوام نشون بدم که سختی کار چجوری هست و اگر فراموش نکنیم که گفتم در ترجمه ادبیات شعر به داد ما رسید طبیعتاً در ترجمه فلسفی هم انگاری ما یک کمبودی داریم که باید به داد ما برسه که بتونه این نوشته رو این پاراگراف و این کتاب ها رو بتونه به ما قابل خوندن بکنه قابل فهمیدن بکنه راحت تر بکنه البته طبیعتاً میگم باز هم میگم خود فلسفه چیز ساده‌ای نیست ولی نوشتنش هم شرطه برای اینکه همین پاراگراف رو شما اگر به انگلیسی بخونید خیلی راحت‌تر می‌فهمید تا اینی که به فارسی بخونید این پاراگراف رو از آقای جمادی در دو کتابش آوردن کتاب پدیدارشناسی رو ایشون یک سال قبل از اینکه هستی و زمان رو ترجمه کردن چاپ می‌کنن یعنی کتاب پایین به اسم زمینه و زمانه پدیدارشناسی که کتاب کلوفتی هم هست که بیشتر چیزهای صحبتهای هایدگر رو درش ترجمه کرده و نظرات خودش هم نوشته یک سال قبل از اون آورده و پاراگراف هایی که از هایدگر ترجمه کرده زیاد هستن این همون پاراگرافی رو که یک سال بعدش در هستی زمان ترجمه کردنه اگر دقت کنید میبینید که خیلی با هم دیگه فرق دارن پاراگراف ها حتی بعضی از واژه ها اگر دقت بکنید مثلا مراوده سر و کار داشتن شده در خود همون پاراگراف پردازش و التفات اشتغال شده مقصدی برای آنچه شده رابطه نسبت شده البته من دارم برعکس میگم یعنی اونو یک سال پیش پایینی رو یک سال پیش گفته آغازین سر آغازین تر شده و مهمتر از همه این که در یک سال پیش این واژه اصلی و گرهی هایدگر چوهاندن هایت رو بدون ترجمه گذاشته که به نظر من کار بسیار جالب بوده ولی به هر حال بعدن عوض کرده به تو دستی بودن تو دستی بودن تو دستی بودن یک موضوع خیلی مهم هایدگر هست در بحث‌های فلسفیش هست امشب وقت کافی نخواهیم داشت که راجع بهش صحبت بکنیم ولی ترجمه ای که برای چوهاندن هایت گذاشته که مسلماً معنی اون کلمه رو اون واژه رو نمیتونه برسونه برای در تو دستی بودن و این چیزیه که در ادامه صحبت هامون خواهم گفتش که چه کار باید کرد و چه روشی باید انتخاب کرد که این کلمه به این سختی که برای یاد گرفتن و فهمیدن های دیگر به خصوص کتاب بینگن تایمش
کلمه گرهی هست، کلمه مهمی هست، فقط صرفا به ترجمه کردن تو دستی بودن کافی نیست و دردی رو به صورت دوا نمیدن. همینطور که گفتم منظور نیست که خود من جمله رو پاراگراف رو بفهمی، فقط برای سختی نشون دادن سختی کار میخواستم برای اینا. به هر حال مقصد اینه که شاید بی‌مناسبت نباشد که منتظر شکوفایی دوباره شعر در ایران باشیم که هست. اگر باز نگاه کنیم می‌بینیم که تمایل به شعر در ایران از نظر من به مراتب بیشتر شده در سال‌های اخیر و این برانور شاعرهای جوانی که حتی شعرهای کلاسیک، شعر واقعی، شعر درست به سالان فراهم شده و اینو همه می‌گیم و همزمان امیدوار باشیم که باز شعر به داد ترجمه‌های فلسفی ما برسد. شاید شعر قدرت رهایی در دوران تاریکی رقت‌بار باشد، همون تاریکی که بهش اشاره کردیم. به هر حال این شعر هولدرلین شاعر آلمانی رو نباید فراموش کرد که هر جا خطر هست روش میکنن قدرت رهایی. اما برگردیم به ترجمه واژه فلسفی، واژه های فلسفی و مسلماً برای اینکه نشون بدیم واژه فلسفی چجوری باید ترجمه بشه و چجوری ترجمه میشه، سرنوشت یک واژه رو به عنوان مثال در نظر داشت. واژه‌ای که در نظر گرفتیم سرنوشتش رو با هم دیگه مرور کنیم واژه دازاین هست. اول صحبتم خدمتتون گفتم که دازاین کلمه گرهی کتاب بینگ اند تایم یا هستی زمان هایدگر هست. یعنی هر کتاب کلفت هستی زمان هایدگر موضوعش آنالیتیک همین کلمه هست. تمام کتاب، تقریبا تمام کتاب بحث میکنه که دازاین چی هست. دازاین هم که گفتم در حقیقت مجاورش انسانه یا کلمه‌ای که برای انسان در نظر گرفته است. ما میخواییم سرنوشت این کلمه، این واژه رو به اصطلاح با هم دیگه مرور کنیم. واژه دازاین در آلمانی معانی مختلفی داره. یعنی شما اگر یک آلمانی رو بپرسیم دازاین، طبیعتاً دازاین رو می‌دونه. چندین معنای معروف برای دازاین هست که استفاده می‌کنن. در زندگی روزمره این کلمه رو استفاده می‌کنن. یکی از کارهای جالب هایدگر اینه که از اغلب کلماتی که روزمره استفاده میشه و بار و معنای عمیق در این استفاده کرده، اونها رو کلمات فلسفی ساخته و به عنوان کلمات فلسفی ازش استفاده کرده. یکی دیگه از معنی دازاین امیزن هست، یعنی به معنای حاضر بودن استفاده میشه. فورهاندن موجود یا معنی دیگه ای داره، من مختصرش رو برای گگنورتی در حال حاضر. اینا کلماتی که معانی که در روزمره در اوردینری لنگویج آلمانی برای دازاین میتونن استفاده میکنن. ولی دازاین در فلسفه هم ازش استفاده میکردن. در فلسفه به جای اگزیستنسیای لاتین بوده، یعنی به جای اگزیستنسیای که از لاتین اومده بود، دازاین هم در آلمان برایش استفاده بود. ولی هایدگر اینا رو، این معانی رو در حقیقت استفاده میکنه تا به یه معنای عمیق‌تری ازش در بیاره. در هایدگر دازاین هم این معانی رو میده و هم نمیده. اونی که منظور هایدگر هست یک چیز دیگریه، نه اون چیزهای اوردینری یا به قول خودش اون چیزهایی که برای ما فامیلیار هستن، عادی هستن،
یه چیز عمیق‌تری به دنبالش می‌گرد. اون چیزی که هایدگر از این کلمه، از این واژه می‌سازه اینه که اول از همه یک تیره‌ای بین این دوتا می‌ذاره، یعنی این دوتا کلمه می‌ذاره. با گذاشتن این تیره، این دو قسمت این کلمه هر کدوم یک معانی خاصی دارن که باز در آلمانی معنی میده. دا یعنی به معنای آنجا یا اینجا یا یه چیزی که هم میتونه آنجا اینجا باشه. زاین به معنای بودن که مستلزم است و با این کار میخواد اونیش گفتیم کلمه‌ای که برای این انسان انتخاب کرده نشون بده که معنای ما، معنای انسان یه چیزیه که ما همیشه اونجا هستیم. و اینجا بودن یعنی اینکه اونجا هستیم در رابطه با چی؟ در رابطه با باز بودن به بودایش، در رابطه با بودایش ما همیشه یک گشایشی داریم. و این در حقیقت این چیره برای هایدگر معنی خیلی مهمی داره. این در حقیقت ما انسان ها در این وسط قرار گرفتیم، باز هستیم و نسبت به بودایش و همیشه اونجا هستیم. و این در حقیقت برای هایدگر میشه یک مفهوم انتولوژی. به هیچ عنوان مفهوم انتولوژی رو نمیتونیم در صحبت‌های روزمره ازش به اصطلاح قاطی بکنیم. صحبت‌های روزمره همون معانی اول باشه. پس اگر دقت کرده باشیم کاری که هایدگر با این واژه میکنه یک ترجمه است، ترجمه‌ای که از زبان خودش به زبان خودش انجام میده، یعنی ترجمه‌ای که معنای اون واژه رو با کارهای فلسفی عمیق خودش معنای واژه رو عوض میکنه یا به دارتی معنای واژه رو عمیق‌تر میکنه، بیشتر در اون واژه چیزهای جدیدتری کشف میکنه. اون واژه وجود داره، مردم ازش استفاده میکنن، در زبان معمولی ازش هست، ولی هایدگر چیزهای عمیق‌تری از اون میبینه و اونو پایه فلسفه خودش قرار میده. پس بنابراین میشه گفتش ترجمه ای از زبان خودش به زبان خودش میکنه، از آلمانی به آلمانی. اینو بهش میگن Intralingual Translation، ترجمه داخل زبانی. این کلمه کلمه هستش که فیلسوفای بزرگی ازش استفاده میکنن، مهمتر از همه جورج شتاینر و فیلسوف ایرانی اصل خودمون پروفسور پرویز امام ازش استفاده میکنه و بحثای خیلی مفصلی برش از پروفسور پرویز امام هست که واقعا جالب و آموزنده است. این ترجمه داخل زبانی وقتی که میخواییم واژه رو ترجمه میکنیم از زبانی به زبان دیگه، تعیین کننده همه چیز مسلماً اسم یک حشره یا یک چیز علمی ترجمه داخل زبانی آنچنانی نداره. میتونیم از یک اسم حشره فرض کنیم یا کامپیوتر رایانه بکنیم، خیلی اتفاق سختی پیش نمیاد، ولی در فلسفه اینطوری نیست. اون ترجمه داخل زبانی دازاینی که خدمتتون گفتیم نشون دادیم یک تاریخ بسیار مفصلی با خودش داره در فلسفه فیلسوفای بزرگ. اون کلمه برای خودش یک به اصطلاح تغییراتی رو دیده، ترجمه هایی شده، هر کسی برای خودش یک معنایی بهش داده. مثلا فرض کنیم دازاین در هایدگر اینقدر کار شده بود، اینقدر اندیشه شده بود. این ترجمه در حقیقت ترجمه داخل زبانی پایه ترجمه بین زبانی میتونه باشه، یعنی در حقیقت میتونیم بگیم که ترجمه داخل زبانی یک پروسه ای رو آغاز میکنه. اگر ترجمه بخواد اون کلمه واژه را به زبان دیگه ترجمه میکنه، این پروسه در زبان دیگه طرف خودش ادامه میده.
اگر ترجمه داخل زبانی دازاین رو در نظر بگیریم که در زبان خودش در آلمانی ترجمه شده و با خودش یک تاریخ و آن مستندین خاصی با خودش داره، حالا ما چجوری میتونیم این به زبان فارسی ترجمه کنیم؟ آیا میتونیم بگیم به سادگی آنجا بودن؟ آنجا بودن نه تاریخی برای زبان ما داره، نه فهمیدنی داره برای زبان ما داره. همونطور که الان شما پرسیدیم تو دستی یعنی چی؟ ما هیچ آشنایی با ممکن یک آلمانی که کتاب نمیتونه یا فلسفه نمیدونه دازاین هایدیگر رو ندونه، ولی حداقل میدونه دازاین چی هست، تاریخش آشنایی داره. همونطوری که ما با کلمه واده داریم، با می داریم، با پیر مغان داریم، با هزار تا از این کلمات در شعر ما هست. حالا ما اگر ممکنه کسی بیاد بگه که ما تمام مشخصات و تاریخ دازاین، کلمه واژه دازاین رو منتقل میکنیم به زبان فارسی، همینطور که این کلمه معنا و مشخصاتش اصلا در کتاب وینرهایم هست، ما اینا رو منتقل میکنیم به زبان فارسی و بهش میگیم که آنجا بودن همینی که این مشخصات این کاری که باش داره. آیا ما راضی میشیم با این؟ فرض کنیم که ما برعکس این کار انجام بدیم. ما فرض کنیم همه میدونیم که باده یک کلمه خیلی شعریه، در روزمره ما استفاده میکنیم، بیاییم بریم کنم اون باده میکنیم، ولی در شعر همه باده رو میشناسیم. اگه اشتباه نکنم حافظ 430 بار در غزلیاتش از باده، کلمه باده استفاده کرده است. ولی همه ماها چه کتاب بخونیم چه نخونیم این واژه رو آشنایی داریم. حالا اگر فرض کنیم که ما تمام مشخصات تاریخ این واژه رو استفاده ای که حافظ میکنه و کسان دیگه میکنه ترجمه بکنیم و توضیح بدیم در زبان انگلیسی و بهش بگیم که اوکی این همین این مشخصات و این تعاریف برای درینک یا واین راضی میشیم ما؟ هیچون به احتمال خیلی زیاد خواهیم گفتش که اون مشخصات و این تعاریف و این تاریخ و این چیز شعرگونه فارسی رو اگر به درینک و واین تبدیل بکنیم به باده بی احترام میکردیم. باید کلمه باده در زبان انگلیسی بیاد و خواننده این میخواد سطح دانش بنیادی اون مفاهیم و اون معانی و اون تاریخ با همون کلمه باد استفاده کنه، یا می یا پیر مغان، باد سبا، هزاران کلمه‌ای که ترجمه ناپذیر هستن علمان کتاب باید ترجمه بکنه. حالا بهش میرسیم که تکلیف چیست، ولی به هر حال حتی تا اینجا میدونیم که این کلمه اگر ترجمه بشه به دازاین بی احترامی میشه. از همه بدتر ترجمه ای که این کار را انجام میده، یعنی چی؟ یعنی اینو این کار را انجام داده یکی از این کتاب ها که ترجمهش اون هم وسطی مال رشیدیان که ترجمهش بسیار جالب و بسیار زیباست، حتی از مال جمالی هم بهتر است، یعنی متفاوته. این کار را انجام داده، این کار شدنی نیست، برای اینکه نه دا در فارسی معنا داره نه زاین در فارسی معنا داره، در انگلیسی در آلمانی هم دا معنی داره هم زاین معنا داره، در ترکیب اینا و ترکیب اینا معنی خیلی زیادی داره. بعضی از محققین و فیلسوفان معتقد هستن که خب طبیعتاً ما کلمات رو نمیتونیم، واژه ها رو نمیتونیم دقیقاً ترجمه بکنیم، همینطور که در رابطه واژه رو در دازاین واده رو بشه کردیم، ولی باید ترجمه تقریبی و نسبتاً مشابه رو باید ترجمه کنیم، یعنی هرمونتیکال ریسپانسیبیلیتی رو در این میبینم. مهمترین آدم هایی که این نظر رو دارن پروفسور پرویز اعماد خودمون. پروفسور پرویز اعماد به همراه کنت ملی سخت
ترین و واقعا مشکل ترین کتاب قرن بیستم که مال هایدگر باشه، همین کتابی که می‌بینیم، از آلمانی به انگلیسی ترجمه کرد. اینها معتقد هستند که برای چون ترجمه این کتاب به انگلیسی مشکلات خیلی فراوان داشت و طبیعی هست برای کتاب به مراتب سنگین مثلا. اینا معتقد به این چیزی که همین الان خدمت می‌گفتم، یعنی ما باید واژه نسبتاً مشابه و نزدیک به واژه اصلی رو باید پیدا بکنیم و اگر اشتباه نکنم جایگزین اون واژه بکنیم. و همینطور هم هست، برای اینکه اگر دقت بکنیم این انومینگو فرام انومینگ، این واژه‌ای که پرویز عماد درست کرده در انگلیسی همچین واژه‌ای وجود نداره. این واژه معانی خیلی جالب زیادی داره و این واژه در حقیقت جایگزین واژه مهم هایدگر به عنوان ارائه‌بنیست شده است. ایرادی که ما برای ایشون میگیریم این نیستش پیدا کردن واژه تقلیدی و شبیه اون کار هرمنوتیکال ریسپانسیبیلیتی نیست. دقیقاً هرمنوتیکال ریسپانسیبیلیتی دقیقاً میخواد اینترپرت بکنه، تفسیر بکنه و واژه مشابه پیدا بکنه. ایراد ما اینه که اون واژه نمیتونه جایگزین واژه اصلی باشه، فقط میتونه در کنار واژه اصلی. اگر این کتاب رو دقت بکنیم، این دوتا پروفسور و این دوتا اندیشمند بزرگ با این همه زحمتی کشیدن، واژه‌های آلمانی خیلی کم اومده با واژه‌های انگلیسی که بودن زد و این ایران هست. یعنی واژه‌ای که تا الان خدمت گفتم دازاین مثال اون مشخصش بود، باید در کنار واژه‌های مشابه به زبان آماج آمده بشه و این کار باعث شکوفایی دانش بنیادین زبان آماج بشه. این چیزیه که ما ایرادی که برای پروفسور اما بگیم بگیم. خود پروفسور اما از شباهت سازی هایدگر با فیلسوفان دیگه شدیداً انتقاد میکنه و شدیداً تاکید میکنه که در رابطه با هایدگر باید تفاوت‌های هایدگر با فیلسوفان دیگر رو نظر بگیریم، ولی در مورد واژه‌ها این رفتار رو به این شکل در پیش نمیگیره. سریع‌تر بگذاریم که خیلی خسته‌تون نکنیم، اگر خسته کننده است من این کاری که گفتم خدمتتون در کنار به اصطلاح واژه اصلی، واژه مشابه و ترجمه شده باید کنار هم پیش بیان، یکی از کارهایی که در حقیقت از همه بیشتر و از همه جالبتر خود هایدگر است. هایدگر در حقیقت اگر بی‌احترامی که نیست چون نتیجه بحث ما این باید رو که مترجم یک بزرگترین اندیشمند هست، هایدگر در واقع یک مترجم هست. فلسفهش، اندیشیدنش اگر نگیم تماما بلکه اغلب ترجمه واژه‌های آلمانی تمام کتاب‌های هایدگر، اکثر کتاب‌های هایدگر مربوط به ترجمه واژه‌های یونانی است. سه تا واژه رو براتون انتخاب کردم که کاری که رفتاری که هایدگر با واژه‌ها انجام میده مثال میارم و سعی میکنم که خیلی سریع ازشون بگذرم. فقط این مربوط به ترجمه هست که هایدگر با این کارش میخواد بکنه. این سه تا واژه رو میخوام براتون مثال بیارم: آلیتئیا، لوگوس، فیزیس. اینا
سه تا واژه‌ای هستن که من جدا جدا راجع بهشون نوشتم ولی همش رو توضیح نمیدم برای اینکه هم خسته کننده است هم طولانی شد بحث ما، ولی خیلی سریع میگذرم از این که ببینید آلیتایی ها یکی از کلماتیه که در روزمره در صحبت‌های معمولی روز یا آپارتاید در آلمانی ترجمه میشه، ولی هایدگر این کلمه رو این ترجمه رو قبول نداره و ترجمه خیلی عمیق‌تری انجام میده و خیلی متفاوته ترجمه‌ای که شلایماتر از افلاطون کرده با ترجمه‌ای که هایدگر از افلاطون در کتاب‌های متفاوتش می‌کنه خیلی با هم دیگه فرق داره. هرچند که ترجمه شلایماتر که الان می‌دیدیم ترجمه ایشون به آلمانی خیلی ترجمه مهمی هست، ولی با هایدگر خیلی فرق داره. برای اینکه ترجمه هایدگر همون با اینترپریتیشن با هرمنوتیکال ریسپانسیبیلیتی هست. به آن کانسیلمنت انگلیسی یا فربرگنهایم اگه اشتباه نکنم به آلمانی ترجمه میکنه و این تنها این به این سادگی تموم میشه. یعنی اگر قبول بکنیم که دوران فلسفی یا کار فلسفی هایی که از 1919 شروع میشه و تاریخ وفاتش هم 76 هست، اگر این مدت رو در نظر بگیریم به عنوان کار فلسفی هایدگر همیشه با این کلمه کلنجار میشه با آلیتایی، ولی چگونه باش کلنجار میشه، چگونه ازش استفاده میکنه، بحث میکنه، بحث‌های متفاوت، کتاب‌های متفاوت، کتاب‌های متفاوتی که فقط راجع به این نوشته غیر از مقالات، کتاب‌هایی که Essence of the Root Basic Question of Philosophy Parmenides، خیلی کتاب‌هایی. ولی هر وقت که با این واژه برخورد میکنه چیکار میکنه؟ واژه در شکل و فرم با صدای یونانی در گفته‌هاش و در نوشته‌هاش میاد در کنارمون بلا فاصله ترجمه‌ای که خودش انتخاب کرده و گفته. هیچ کتابی هیچ مقاله‌ای از هایدگر پیدا نمی‌کنیم که آلیتایی با شکل و شمایل یونانیش در اون ظاهر نشده باشه. حتی معروف هست که در صحبت‌هاش در کلاس‌های درسش یا در کنفرانس‌هاش وقتی که یک چیزی رو از می‌خواد از افلاطون یا از یونان داستان صحبت بکنه کتاب رو باز میکنه میگه که بذاریم یونانی بخونیم تا به حال هوای دوران باستان یونان بتونیم نزدیکتر بشیم، هرچند که شیعه میکنم ولی برش مهم میکنیم این حال هوای رو باشیم. واژه دوم لوگوس که حتما میشناسیم و لوگوس در حقیقت همون ریشه اصلی لغتی که ما در لوژیها ازش استفاده می‌کنیم، در لاجیک استفاده می‌کنیم، یا که مثلا بیولوژی شد بیولوژی یا همه اون لوژیهایی که در لغت‌های مختلف هست ریشه‌اش از همین لوگوسه. لوگوس داستان خیلی مفصلی در هایدگر داره که به طور روزمره شاید به ریزن و جاجمنت و کانسپت و چیزهای مختلف ترجمه میکنن، ولی هایدگر اونو در حقیقت ترجمه میکنه به لنگویج. ولی ترجمه لوگوس به لنگویج باز هم تمام عمر هایدگر کلنجار رفتن با این کلمه. در اسلاید بعدی این داستان لوگوس رو که چه تغییرات خودش میده آوردم که شاید بد نباشه به اون بپریم ببینیم. در سالهای 20 اونو به عنوان دیسکورس ترجمه میکنه یا رده آلمانی و ده ها سال با اون برمیده بودن ده سال. در سالهای 30 بالاخره اونو به عنوان لنگویج ترجمه میکنه یا اشتراک به آلمانی باش برمیده، شاید حتی 20 سال باش برمیده و در یعنی در کتاب‌های مختلف در کنفرانس‌های مختلف و بالاخره در سال‌های 50 به سیلی ترجمه می‌کنه یا ساقه بسیار لغت سومی که براتون انتخاب کردم فیزیسه
این لغت، این واژه هم بسیار واژه جالبیه به این خاطر که به بودن ما، یعنی واژه بودن ما هم ارتباط نزدیک داره. به طور خیلی اوردینری و معمولی اینو به عنوان نیچر ترجمه میکنن که از لاتین، از همین نتورای لاتین اومده به انگلیسی یا به آلمانی. ولی هایدگر اینو باز تغییر میده و بسیار معنای بسیار زیبایی ازش در میاره به عنوان معنای امرجینگ. با این واژه باز هم تمام عمرش مشغول هست و ترجمه یونانی فیزیس به نیچر رو در حقیقت خرابی فلسفه یونان میدونه، یعنی در حقیقت با ترجمه واژه های یونانی مثل فیزیس به لاتین هایدگر معتقد که یک اتفاق ناگواری میفته، یعنی فلسفه، واژه های فلسفی، مفاهیم فلسفی بسیار تقلیل پیدا میکنن. لغت که استفاده میکنه isolation و alienation، جان فلسفه، مفهوم فلسفه از اون چیزی که خودش بوده در دوران یونان باستان دور میشه، کنده میشه. و این اتفاق نه در ما در فلسفه، بلکه یعنی در حقیقت فلسفه در زمان بودای نمایش اون بودایت اون این دوران کاملا بودایشون عوض میشه. حالی یه به دیشه اصلی این کلمه میده و اونو انرژی مثل شکوفا شدن ترجمه میکنه که این شکوفا شدن با همون واژه بودن ما هم مثل هم معنی هست در لغتی ها بودت کنید که بودارش. با این واژه هایدگر با واژه فیزیس به تاریخ متافیزیک میپردازه و کتابی هم در رابطه با خود این واژه نوشته و در کتاب های مختلفش هم میخواد بشه یا صحبت کرده ازشون میگذرم. اگر برگردیم به صحبت قبلی که ترجمه چون دادم خدمتتون پروسه و فرایندی است که شروع آن ترجمه داخل زبانی و ادامه آن ترجمه بین زبانی باشد، خوب متوجه می شویم که ترجمه بین زبانی نمی تواند اتفاق یک از یه زبان به زبان کرد برای خواهی فلسفی، مگر اینکه پروسه اول یعنی ترجمه داخل زبانی به درستی و به راستی درد فهمیده شد. تاریخ اون واژه و بودایش مردمی که در اون واژه باید برای کفرچه اندازه کاری خوشم باشه. گفتیم که تاریخی که مترجم در زمان آماد با زندگی میکنه، اما موقعیت تاریخی که اشاره کردیم برای خودمون نقش مهمی هم در ترجمه بازی میکنه. معیار و مسئولیت نمونتی گاهن حتی بدون خواسته ما، بدون خواسته مترجمان، بدون حتی بدون که چگونگی آن را بدونیم عمل میکنم، همچنان که در استفاده از واژه‌هایی از قبیل فلسفه و ایدئولوژی نیز عمل کرد، بدون اینکه اصلا ما بدونیم چرا این کلمات ترجمه نشدن، ولی اون هرمونتیکال ریسپانس کار خودشون میکنه، این کلمات رو در همون شکلش به زبان ما وارد میکنه. پس میشود گفت که این وظیفه ماست که هوشیار باشیم و هوشیارانه به آنچه ترجمه میشود نگاه کنیم. شاید بی سبب نباشد که هوشیار باشیم که چرا 140 سال پیش میرزا فتحعلی آخوندزاده
واژه‌های غربی فراوانی را مثل این واژه‌های خودش استفاده کرده. دیسپوت، سیویلیزاسیون، دیکتاتور، فناتیک، فیلوسوف، ریولیسیون، پروگره، پویزی، پاتریوت، شانجمان، پولیتیک، پروتستانتیسم، لیبرال، پانزور، پارلمان، شیمی، اینا چیزهایی که 140 سال پیش آخونزاده در نوشته‌هاش استفاده می‌کرد. معتقد بود که ما واژه‌ای همین نداریم که بدون اینا رو جایگزین کنیم. و آخر صحبتشون می‌گفت در دنیا کامل‌تر از فیلسوف وجودی نمی‌باشد. امروز هوشیارانه بنگریم که سیر تاریخ و بودایش ما چه تأثیری در توانایی درک و فهمیدن ما از واژه‌های فلسفی می‌تواند داشته باشد. صدها واژه به سرعت تمام به فارسی ترجمه می‌شود. توانایی زبان فارسی خیلی بیشتر از آن چیزی است که اغلب تصور می‌شود. قابلیت و قدرت آن با وجود دنیای غنی شعر بیش از اندازه است. ولی همه اینها سبب نمی‌شود تا ترجمه آن واژه‌ها با آن سرعت راستی واژه را با خود بیاورد. درستی واژه را می‌تونم بیارم، ولی راستیش و حقیقتش را نمی‌تونم بیارم. باید هوشیار باشیم که وقتی که مثلا در کتاب پدیدارشناسی، همون کتاب که یک سال قبل از اینگنهایم آقای جمادی کشتن، پاراگرافی هست که می‌نویسد، پاراگراف جالبه برای این جمله از ایشانه. اما این که هستی هر چیز به دو لحاظ ابزاری و غیر ابزاری مراد می شود، مثل خیلی از مطالب دیگر هایدگر، توضیح واضحات به زبان غامض و پیچیده است. این کسی این جمله رو می نویسه که خودش با عشق و سختی و تلاش فراوان هایدگر رو ترجمه کرده. توضیح واضحات به زبان غامض و پیچیده است. حالا وگرنه میتوان با طرح علم حضوری و اصولی که فلاسفه اسلامی شرح دادن این مطلب را به روشنی توضیح داد. به هایدگر همه چیز مخالفینش هم بستن، ولی توضیح واضحات دیگه کسی ادعا نکرد. یعنی هوشیاری که میخوام بگم باید داشته باشیم اینه که آیا واقعا توضیح واضحات داده هایدگر؟ ممکنه اون لغت توهاندنهایت و هایدگر که در جای دیگه یا آقای جمادی اشاره میکنه که همین داستان که این زیادی قدرت کرده و زیادی رو نیست و اینا، این چیز ممکنه کوچکی در این باشه. این که آقای جمادی شاید خوب متوجه نشدن که یعنی درک خوب ممکنه نداشته باشن اصلا. غیر از این علت دیگه ممکنه داشته باشه. این که هایدگر توضیح واضحات داده جزء انتقادهایی که در فلسفه براش وجود داشته باشه نیست. هزاران نفر راجع به هایدگر انتقاد کردن. لغات خیلی فراوانی رو، واژه‌های فراوانی رو اینا ترجمه کردن که من نمی‌خوام سرتون در بیارم، فقط اون ازش استفاده می‌کنم. یکی دو تاشو دیدین، تو دستی رو دیدین، فرا دستی، در دست بودگی، ورته در جهان هستن یا بودن، پیرانگری، روشنگاه، نورگاه، پروا، دل مشغولی، اشتغال خاطر، رویا، تروزگی، سرکار داشتن. اینا همش لغت واژه هایی هستند که به سرعت ترجمه می شود. در حال اگر به صورت تعیین هوشیار باشیم، خواهیم دید که هایدگر با استفاده از واژه های یونانی در جهت شکوفایی فلسفه زبان آلمانی گام برمی‌داشت. اگر ترجمه واژه فلسفی منجر به شکوفایی زبان شود، پس بیهوده نخواهد بود که ما مقداری هم راجع به ترجمه، رابطه ترجمه با خود زمان، با اسنس زمان، با
ویزن زبان، این در حقیقت اسنس زبان ما هست رو برمید، هرچند که بس بکنم دیگه خیلی مختصر برای با زبان صحبت میکنم، برای که یک موضوع فلسفی خیلی مفصلیه، ولی واقعیتش اینه که حیفه که ما راجع به واژه صحبت بکنیم ولی به جان کلام یا به گوهر و جوهر زبان اشاره نکنیم. یادم آیه آشوری سخنرانی نسبت به زبان در یکی داشتم، من ازشون پرسیدم اسنس زبان چی هست؟ گفتن که وقت برای این کار نمیده. ما هم الان اگر راجع به این صحبت نکنیم به نظر میاد که وقت نداشتیم، ولی خیلی سریع ازش میذارم فقط به عنوان که یک موضوع فلسفی بسیار جالبی و فقط امشب میتونم اینو برای شما برسونم که اگر راجع به ترجمه صحبت میکنیم، ترجمه واژه صحبت میکنیم، حتما باید با گوهر زبان صحبت میکنیم و طبیعتاً در مورد در بحث ما بیشتر در همون مسیری که هایدگر این دو داره، در جان زبان یا جوهر زبان، گوهر زبان یا مسن آلمانیش لغت بسیار جالبیش هست، چیزیه که همیشه در واقع مخالفت میکنه، ستیز میکنه با اون چیزی که بخواد به زبان روزمره بیاد، به زبان روزمره بیاد. این بحثی که مفصل هایدگر میکنه، یعنی ما در زبان روزمره نمیتونیم به اصطلاح جوهر زبان و گوهر زبان و سنس زبان در زبان روزمره ببینیم. اون چیزی که گوهر زبان رو میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که اندیشمندان و شاعران هستن که اون رو تجربه میکنن، گوهر زبان رو حس میکنن، لمس میکنن و وقتی اونو میخوان بیان بکنن میتونن در واژه‌های شبیه آن چیزی که ما الان صحبت کردیم ما رو پیاده بکنن. در زبان روزمره علمی آنچه گوهر زبان است عقب نشینی میکنه، برعکس یعنی در زبان روزمره همیشه گوهر زبان عقب نشینی کنه. و یه معتقد این عقب نشینی خودش یه چیز منفی نیست و این به قول کنید ولی یه جایگاهی که ما را بهش بتونیم اندیشیدن میکنه، بتونیم به گوهر زبان نزدیک بشیم. در زبان روزمره برای همه اون پیش میاد که گاهی وقتا میخواییم چیز مهمی رو بیان بکنیم ولی واژه مناسب رو پیدا نکنیم. هایدگر میگوید این لحظات همان هستن که گوهر زبان با آهستگی با ما برخورد میکنند، اما با دور شدنش و با فاصله گرفتنش. آن تجربه فکری و شعری متفکر و شاعر هم تجربه ایش گفتیم در مورد وقتی میاره بیان میکنه به واژه ها رو میده، جایگاهی برای واژه از کشمکش و ستیز آنچه که محدود میکنن با آنچه که میگشاید به وجود میاد. اون کاری که فرض کنیم به درستی در شعرش ستیز محدود کننده ها با آنچه که و شاعر یا متفکر در این کشمکش صحیح می شود. واژه برای اولین بار خود را با افتیار نشان می شود. چند کلمه ای هم در رابطه با چگونگی و نتیجه گیری می دارم خدمتتون میگم و تمومش می کنم. چه چیزی ترجمه ناب را با این وصفی که تا به حال گفتیم تعیین می کنم؟ چگونه می توان به عنوان مثال کتابی رو از هایدگر به فارسی ترجمه کرد؟ اتفاق نخست فهمیدن و درک هایدگر و اندیشه های اوست. بدون درک نسبتاً بنیادین هایدگر
ترجمه نمیتواند اصیل و ناب باشد. واژه ترجمه شده تحت تأثیر درک بنیادین هایدگر، یعنی درک بنیادین ما از هایدگر قرار خواهد. اتفاق دوم، جستجوی بی‌پایان در زبان آمار، زبان خودمون، یعنی مترجم در با یک جستجوی بی‌پایانی باید به دنبال یافتن واژه‌ها و مفاهیمی که اون اندیشه رو منتقل بکنه. اتفاق سوم و مهمترین بخش این پروسه، منطبق کردن اتفاق دوم، یعنی جستجوی ما برای واژه در زبان خودمون با درکی که از زبان اول و اندیشه های زبان اول داره. این اتفاق سوم، یعنی مجموعه این اتفاقات، سبب گشایش یک اتفاقیون می شود، یک فرصتی می شود و شرایطی رو به وجود می آورد که مترجم در یک مقام و موقعیت استثنایی قرار دارد. آن شرایط و اوکازیون فرصتی می شود که مترجم در مقام اندیشمند گوهر و جان سخن و زبان را تجربه می کند. تجربه و آزمایش گوهر و جان سخن بر واژه ها جاری می شود. در این واژه ها متفکر به دنبال پایین آمدن اندیشه های فیلسوف فارسی مثلا هایدگر نیست، بلکه برعکس به دنبال بالا بردن دانش بنیادین خوانندگان زبان دوم است. در نشان و این دینامیسم در نشان دادن تفاوت در واژه های تفاوتی که گفتیم، یعنی در وقتی کلمه خارجی واژه خارجی به ما در زبان خودمون استفاده میکنیم، مسلماً همون شبیه سازی نیست و تفاوتش رو برای خواننده نشون میدیم و این تفاوت باعث از نظر بحث ما باعث بالا بردن دانش بنیادین خواهد شد. تفاوت زبانهای مختلف بیشتر به هم نزدیک میشوند تا با خودی کردن یک واژه بیگانه، یعنی اگه خودی بکنیم واژه بیگانه رو، این باعث نمیشه که زبانهای متفاوت به هم دیگه نزدیک بشن، بلکه به دوریشون هم سبب میشه. این خودی کردن به معنای از آن خود کردن و به نوعی خوددار کردن واژه نیست، بلکه این خودی کردن در جهت در حقیقت خراب کردن آن واژه. در دنیای امروز که این خراب کردن به سرعت داره پیش میره، همین جورج اشتاینر صحبتی داره که بسیار جالب است، شاید با این صحبت بحثی تموم بکنیم، این که آیا امروز کمتر کلمه استفاده میشود؟ این یک سوال پیچیده است. حد زده میشود که زبان انگلیسی در حال حاضر شامل 600 هزار کلمه است، البته خارج از کلمات تاکسون اسم حشرات و غیره. 600 هزار کلمه رو ما در زبان انگلیسی استفاده کنیم، ولی کلماتی که در زمان شکسپیر و الیزابت استفاده می کردن 150 هزار کلمه عرض می زن. خب به نظر میاد که کلمات انگلیسی امروز خیلی بیشتر از کلمات زمان الیزابت هست، ولی شکسپیر از تعداد لغت‌های به مراتب بیشتری از هر نویسنده امروزی استفاده کرده. با اینکه تعداد کلمات کمتر بوده، ولی کلماتی که شکسپیر استفاده کرده از تمام نویسنده‌هایی که امروز استفاده می‌کنن بیشتر بوده. این تمایل به بی‌سوادی با این عنوان بی‌سوادی مدرن کرد. این تمایل به بی‌سوادی واقعی و صادر ضعیف کردن یادها یکی از علتهای گریز از آوردن واژه میهمان و متفاوت است. یعنی در حقیقت تمایل به ساده کردن، تنبلی، به یاد نگرفتن
در سطح عمومی با مثال تاریخی فراوانه و این یکی از علتهایی که ما توریز میکنیم تا واژه خارجی رو واژه تفاوت رو یاد بگیریم. در حالی که ترجمه اصیل در تجربه از جوهر زبان واژه‌های پرقدرتی برای واژه خارجی به کار می‌برند و با وادار وارد کردن خود واژه خارجی نیز به قدرت واژه‌های داخلی اضافه می‌شود. حال در آخر صحبت ما می‌توانیم ادعا کنیم که مترجم قبل از هر چیز باید خود اندیشمند باشد و هیچ ترجمه اصیل نمی‌تواند باشد مگر اینکه توسط اندیشمندی انجام شده باشد. اندیشمند و شاعر جان کلام و یا ذات و گوهر زبان را تجربه می‌کنند و آن را در حالت‌های مختلف در واژه‌ها جاری می‌سازند. فردوسی شاعر نمونه عالی تجربه جان یا گوهر واژه‌های پرقدرت فراوانی در سرودهای او با آرایش خاصی به نمایش درآمدند. آنها از حقیقت راستی گویایش ایرانیان سخن می‌گویند، نظم و ترتیب و آرایش. آنها حاصل کشاکش آنچه که محدود می‌کند با آنچه که می‌گشاید، آنچه که نمی‌خواهد نظم پذیرد با آنچه که با سرودهای خاطرش فردوسی نظم پذیرنده باشد. اگر هنوز کلام هایدگر را فراموش نکرده باشید، که زبان خانه بودایش است، باید بگوییم که شاهنامه فردوسی خود همچون خانه ایست که بودایش ایران قدیم یعنی نظم در آن بود و باش کرده است. در یک روز پاییزی، آنگاه که خورشید می پوشاند زمین را از نور و پرندهی بر شاخه می نشیند خیره و خاموش، آنگاه که خاک می پذیرد ریزش برگ‌ها و نوازش باد را، رهگذری می آید. خورشید خود می شود و خاک نیست. پرنده به پاییز همه خوددار می شوند. در یک روز زیبای پاییزی، آنگاه که خورشید می پوشاند زمین را از نور، تنها در اوج واهمه، در اوج عشق و در نهایت زیبایی هیچ می شود، همه آنگاه تولد می یابد. واژه.